سال پیش تصور می‌شد که عمر الشباب در سومالی به سر آمده. نیروهای دولتی سومالی و اتحادیه آفریقا موفق شده بودند تا این گروه را از موگادیشو، پایتخت و بسیاری از شهرهای سومالی بیرون کنند. اما این روند از سال 2012 متوقف شد. نیروهای اتحادیه آفریقا از 2 سال پیش تا حالا نتوانستند مناطق بیشتری از سومالی را از کنترل الشباب خارج کنند. همزمان حمله های اخیر الشباب در سومالی و کنیا نشان می دهد که این گروه در حال قدرت گرفتن است. که البته توانایی الشباب در جذب نیروهای جدید یکی از دلایل آن است. الشبابی ها در چند سال گذشته تونستند تعداد زیادی را به عضویت بگیرند که این جذب نیرو در سال 2013 هم در داخل سومالی و هم از خارج کشور بوده. سازمان ملل برآورد کرده که حدود 5000 عضو گروه الشباب در بخش‌های جنوبی سومالی فعال هستند. هدف این گروه برقراری نظام اسلامی و نابودی دولت مرکزی سومالی که به ادعای آنها غرب از آن پشتیبانی می‌کند است. کدریک بارنز از گروه بین‌المللی بحران معتقده که الشباب از محبوبیت نسبی بین شهروندان سومالی برخورداره. الشباب اگرچه یک وجه خشونت آمیز داره، اما به خاطر خدمات عمومی که برای شهروندان سومالیایی فراهم میکنه، خدماتی که دولت از ارائه آن ناتوانه، از محبوبیت برخورداره. آمریکا از طریق حمله هواپیماهای بدون سرنشینش در سومالی سعی میکند که فعالیت این گروه را محدود کند. دولت سومالی و اتحادیه آفریقا هم وعده عملیات ویژه برای مبارزه با الشباب را دادند. اما تا اینجای کار هنوز توفیقی برای بیرون کردن این گروه از کشور حاصل نشده است.